بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده و شنونده آیت عشق در صبح خورشید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبحتان بخیر. امیدوار هستم امروز صبح به دور از هر گونه درد و رنج آغاز کرده باشین. تا پایان روز برای تک تک شما خوشحالی میخوایم، عمرتان طولانی باشه و از هر گونه بلاها به دور. در نخست بهشت برین میخوایم برای استاد محمد خان عاطف، یکی از کارشناس های خوب عرصه اسلامی. خداوند بریشان بهشت برین نصیب بگردانه، بر خانواده ها، بازماندگان و تمام دوستایش صبر جمیل میخوایم. خب صبح وقت است، کمی ما را غافل گیر کردن امروز در برنامه و اتاق فرمان کمی به تأخیر شد. امیدوار هستم که صحبت های پیش از برنامه بر شما خسته کن نبوده باشه و آزار دهنده. در خدمت شما هستیم امروز. جناب استاد عبدالفتاح حکیمی، کارشناس علوم اسلامی، در برنامه با ما هست و مهمان ما است. بسیار زیاد خوش آمدید. صبحتان بخیر جناب استاد. صبح شما همچنان بخیر، سلامت باشین، به عزت باشین. سلام تقدیم میکنم به تمام بیننده و شنونده شما، همچنان به جناب خودتان. شما بسیار از اینکه ما را پذیرفتین، فرصت دادین. یک جهان تشکر. تشکر. شما به سلامت. دوست عزیز، در ارتباط به مرگ یا موت موضوع گرفتیم. مرگ چی هست؟ حقیقت مرگ چیست و به کجا می انجامه؟ آیا آخر کار هست یا آغاز کار؟ با تمام موارد انشاءالله در خدمت شما هستیم. تمنای دقت دارم، با دقت تمام دنبال کنین. امیدوارستم آموزنده که هست بیاموزیم همه ما. شما مرگ چیست جناب استاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما شما یک مثل داریم، اکثر به زبان عربی است، میگن اذا عرف السبب بطل العجب. وقتی که سبب هر چیز آشکار شد، باز دیگه جای تعجب نیست. مرگ یک پدیده هست که هر زیروها دریافت کننده است. ما بعض موضوعات بسیار جالب از مرگ یافتم. وقتی که ما شما در سوره تبارک الذی دقت بکنیم، خداوند جل جلاله میفرماید که تبارک الذی بیده الملک و هو على کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خداوند ذاتی است که مرگ و زندگی را آفریده تا که ما شما را آزمایش بکنه. جالبی گپ در آیاتی است استاد محترم که خداوند جل جلاله مرگ پیش از زندگی ذکر کرده. خلق الموت والحیات. بله. اول مرگ باز زندگی. دی یک راز نهفته است. اکثر علما به عقیده هستند که پیش از خلقت انسان مرگش تولد شده. چگونه؟ یعنی پیش از خلقت انسان خداوند مرگش تولد کرده است، به خاطر از اینکه کنترل بسیار دقیق داشته باشه. در آیت دیگه هم هست که ما مرگ تقدیر کردیم در وجود انسان. یعنی به معنی که حتی آل علوم سنسی هم میگن که حجراتی که در وجود انسان هست، که هر حجره یک در نهایتش مرگ همراه ازی است. یعنی که وقتی که انسان به حالت شیخ و خط میرسه، حجرات ازی از بین رفته میره تا اینکه در حالت کهولت میره. یعنی یک تا میمیرن. و دیگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث فرموده که وقتی که انسان در قبر گذاشته میشه و کسانی که دفن میکن از سر قبر که باز میگردن، این میت آواز پای یعنی دوستای خدا میشنوه، یسمعو قرآن عالهم، لفظ حدیث است. و آل یکی از علمایی که در بخش تجارب قبل از مرگ تجربه کافی داره، به نام سامبارنیا یک عالم است، او در مجله اندپندنت یک موضوع را نشر کرده، بسیار جالب بود. عنوانش این است که انسان خبر مرگ خود میشنوه، خود میت خبر مرگ خود اول خودش میشنوه. و او وقتی تشریح میکنه این حالت مرگ، میگه که انسان وقتی که فوت میشه، دماغ ازی یعنی سر ازی به مدت چندین ساعت دیگه
احساس می داشته باشه. و این این سبب است که پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته یک اعجاز علمی است که انسان وقتی که در قبر مانده میشه مغز ازی احساس میکنه، می آواز پای مردم ها را میفهمه که من در قبر انداخته شدم. و وقتی که یک نفر میمره، فامیلش یا کسایی که گردزی هستن، وقتی که میگن خدا ببخش فلانی مرد و چه قسم شد، این آواز ها را میشنوه. یعنی این خودش یک معجزه ای است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش این گپ گفته و آل ساینسی را اثبات میکنه. و یک موضوع دیگه هم جالب که در رابطه با این میافتم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی شما حیوان ذبح میکنید، اذا ذبحتم الدابه فلا تقطعوا رؤوسها واقطعوا اوداجها. میگه وقتی که حیوان شما ذبح میکنین، شما سرش قطع نکنین، بلکه رگایش قطع بکنین. حدیث است. و آل علمای طب میگن که سر رابطه مستقیم که قلب داره. و قلب ما شما میفهمیم که در یک دقیقه 80 ضربان داره که خون در وجود انسان پمپ میکنه. وقتی که سر حیوان یا انسان که وجودش رابطه داشته باشه، یعنی به معنا که وقتی تو سر قطع نمی کنی، اما رگهایی که به حساب فرمان میده به قلب، ای فعال می باشه. وقتی که فعال بود حیوان که ذبح میشه، قلب حیوان پمپ کردن میگیره. یعنی در وجودی که سرش تو رگهاش قطع کردی، مگر پمپ جریان داره. و اینی سبب میشه که تمام خونی که در وجود حیوان هست این بیروشه. و می فهمیم که خون زیاد میکروبای بسیار خطرناک داره. و این می سبب است که بعضی امراضی که انتشار شده به کسایی که به اسلام به حساب عمل نمیکنن. ما میم در موضوع ازی که ما شما در یک حالت هستیم استاد محترم، که قسمی که شما دیروز بر ما گفتیم که بیاییم که موضوع را تبدیل میکنیم از از موضوع مرگ به یک موضوعی که جالبتر باشه. به عقیده ما، از نگاه عقاید اسلامی، مرگ یک مصیبت نیست. ما شما ایتو فکر میکنیم که یک کسی، یک اقارب خود اگر از دست ما میتیم، دیگه ما دیگه که این ملاقات کردنی نیستیم. تشکر استاد، به این مورد برمیگردیم. ما شما انشاءالله 20 دقیقه فرصت داریم. اگر جا نگه با کوتاه خود مرگ یک تعریف کنیم. مرگ چی است؟ آخر کار هست یا انتقال از جایی به جایی؟ خیر، ببینی مرگ یک ایستگاه هست. خواه ایستگاه به معنی که ما شما سفر داریم به یک منطقه دور. ما صرف موتر خود تبدیل میکنیم، یعنی یک ایستگاهی است که ما از حیاتی که به حساب تخیلاتی است، تصوراتی است، ما در زندگی حقیقت طالب نپیوستیم. یعنی انسان وقتی از خواب بیدار میشه، یوم تبل سرائر، وقتی که تمام چیزها را انسان میفهمه، و او مرحله بعد از مرگ شروع میشه. حالا ما به اجازه شما میخوام که اشاره بکنم که هدف از زندگی و از مرگ و از این انتقالاتی که صورت میگیره و این تحولاتی که در انسان میاد، هدف از چی است؟ ما در ابتدای گپای خود اشاره کردم وقتی که اگر اسباب این چیزها را بفهمیم، باز بسیار جای تعجب نیست که انسان چرا میمیره. مرگ متعلق است به زندگی انسان. هر زنده رو از زنده جان چشنده مرگ است. کل نفس ذائقه الموت. اگر ما بر بگردیم که خداوند جل جلاله وقتی که انسان ها را پیدا کرد، چه قسم پیدا کرد و چی تعهد امرشان کرد و چرا مرگ امر از یا ملزم ساخت؟ خداوند جل جلاله در آیت شریفه می فرماید که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا. وقتی که آدم علیه السلام پیدا میکنه، خداوند جل جلاله تمام اولادیش در همون لحظه پیدا میکنه. و از تمام اولادی آدم علیه السلام خداوند تعهد میگیره. آیت دیگه است که إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إي تعهدي كخلوان أز إنسان ها ميجرا إني مي تعهدي أز كي إنسان در مرحلة زندگي انتقال ميتا ودر حالة امتحان إلى قرار ميتا كي إني
فتره یا مدت زندگی انسان هست. اینه برای انسان میفهمانه که تو اگر اشرف مخلوقات هستی و درجه تو از ملائک هم پیشتر میشه، به شرط از اینکه بینیم تعهدی که تو برمه میتی بینیم عمل بکنی. و وقتی که تو در دنیا به شکل طفل تولد میشی، تمام این تعهداتی که ما از تو گرفتیم از حافظه، در حافظه ازلی تو میمانه. انسان دو نوع حافظه داره. یکی حافظه ازلی است که اون تعهداتی که به خداوند انسان داده او رو دیگه خداوند بلاک میکنه تا وقتی که بعد از مرگ باز میگه یومت بلسرائر، باز تمام چیز در انسان ها واضح میشه، به خاطری که از انسان امتحان بگیره و اگر این امتحان به درجه خوب پاس کرد کامیاب شد، جایش مشخص است که جنت است. پس زندگی یک دوره مشقت انسان هاست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان ما از تولدش در مشقت پیدا میکنه، یک طرف تولد میشه نافش همی بران، باز یک چیق فریاد میکنه تا وقتی که پیر میشه و با امیدها ای که تو از زندگی مرخص میشه. پس به خاطر بقیده ما مرگ مصیبت نیست. مرگ انسان وصل میکنه به کی؟ به خالقش. خالقی که از مادر، پدر و از تمام اقاربی که مادری مزدو کده مهربان شد. استاد به نکته خوبی اشاره کردین و رسیدین. خب من میخواستم یک سوال مطرح کنم. خیر، همکارا وقفه گفتن. خیر، ما سوال ما در ذهنم هست، پس از وقفه مطرح میکنیم. ادامه برنامه پس از میان برنامه. باز هم ادامه آیت عشق در صبح خورشید بیننده و شنونده هستید. دوست عزیز صفحه فیسبوک برنامه های اسلامی ما اسلام فاصله و فاصله قرآن در خدمت شما هست. مرگ یا حقیقت مرگ موضوع بحث ما با جناب استاد هست. استاد، آیتی که شما خواندین بسم الله الرحمن الرحیم کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون، و در صحبتهایتان گفتین که مرگ بعد از اینکه انسان وفات میکنه از این پرسشی میشه و حقیقت درک میکنه و بعدش داخل قبر که میشه تا مردم که از سر قبر از این میرن این آوازش میشنه و بعدش این وصل میشه به خالق. خب آنچه گفتین، بله، ما نیست یک مسلمان باور داریم و عقیده داریم و در نصوص تذکر داده شده بعضی از این موارد، اما شما در عرصه اعجاز قرآن کریم هم کار کردین. پس آنچه گفتین و آنچه میگیم که دلیل عقلی هست، با دلیل نقلی و با اعجاز علمی قرآن چطور میتونین با کسی که باور به ارزش های اسلامی نداره اونا رو شما متقاعد بسازین که بله، مرگ پایان کار نیست، آغاز کار هست؟ بله، بسیار گپ خوبه اشاره کردین. وقت دی باره ما بسیار زیاد فکر کردیم و این سوالی است که همیشه در ذهن انسان خطور میکنه، چه قسم همه یه چیزها رو باور کرد؟ بله، ما شما دلیل عقلی چیزی رو میگیم که لمس شوه، یعنی ما ببینیم شه یا که احساسش بکنیم. ما شما در یک کره زمین زندگی میکنیم، این را تمام مردم میفهمن و در این کره زمین از دوران حرکت زمین عمر ما هم حساب میشه. مثلا ما میگیم یک طفل یک ماه شد، یعنی به این معنی که سی روز گذشت، حرکت دورانی زمین تکمیل شد. بله، وقتی که این حرکت سریع شوه عمر انسان ها زود زود نمو میکنه، وقتی که بطی شوه بعض سیاره هست که در 9 ساعت دورانش تکمیل میشه، یعنی در 9 ساعت یک روز تکمیل میشه. وجه کسانی که اگر 2 ساعت زندگی بکنن در 9 ساعت یا یک روز میشن، در حالی که در زمین در 24 ساعت. وقتی که انسان خداوند پیدا کرد و از ما میگیم که انسان از زمین پیدا شد، از خاک پیدا شد، ما شما ببینیم تمام میلان ما به طرف خاک است. اگر ما چیزی رو میخوریم از خاک است. اگر منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت نخرا، این چیزایی است که عقل میره قبول میکنه. اگر ما یک میلان استفاده میکنیم از زمین است، به خاطر که بله ترکیب وجود انسان از خاک است. آره، سوالی جا مطرح میشه که ترکیب وجود انسان که از خاک است چرا ای پس ختم میشه؟ بله، یک چیزی که انسان زیاد دقیق نشه او رو درک نمیکنه، او موجودت زمان است. زمان ما میگیم که خداوند زمان پیدا کرده، که ما شما در دنیا سه زمان داریم. حال است،
بله. مستقبل است، آینده و گذشته است. بله. این هر سه زمان از چی شروع میشه؟ از گردش زمین و موجودات آفتاب، یعنی بعد از پیدایش مکان زمان ایجاد شده. بله. خب وقتی که انسان میمیره، اول اصل سوال دیگه است. بله. وقتی که انسان میمیره در یک فضا دیگر انتقال میشه که دوجا یا متبدل الارض غیر الارضی، این زمین نمی باشه و این آفتاب نیست. وقتی که این آفتاب نیست و این زمین نیست، پس انسان باید تکیف یا حالتی را به خود بگیره که مناسب علم زمان باشه. ما شما وقتی زمین زندگی میکنیم از خاک ما را پیدا کرد خداوند جل جلاله، و این کل ما میفهمیم که ما تمام زندگی ما سر خاک است، و به این خاطر وقتی که چیزی میمره دیگه تا حال چیزی اثبات نشده که بعد از مرگ چی است، بجز آیت هایی که خداوند گفته و پیغمبرایی که پیش از اسلام روان کرده، و تمام انسان ها به این معتقد هستند که مرگ حتمی است، هیچ کس اختلاف نداره. و این مرگی که از نگاه اسلامی ما شما میبینیم، مرگم دو مرگ است. اگر ما به شما بگویم که ما یک حالت مرگ گذشتاندیم، پشت سر گذشتان تیر کردیم، شاید به شما جالب باشه یا به اکثر بیننده. او کدام مرگ هست شما صد؟ ما براتان میگیم. بفرمایید. وقتی که ما آیت تلاوت کردیم که آدم علیه السلام از خداوند پیدا کرد، آها، باز از اولادش تعهد گرفت. این تعهد در حالت زندگی انسان بود، انسان احساس میکرد، تمام این حالات درک میکرد و باز تعهد داد به خداوند. در حالی که جمادات دیگر مثل کوها و آسمان ها قبول نکردن این تعهده، یعنی اینمی مسئولیت ها که امانت است، امانت اسلامی را قبول نکردن. امانتی که منظور از امانت احکام تکلیفی است، یا چیزی که انسان مکلف میسازد این کار بکنه این کار نکنه، در حالی که در دنیا بسیار مخلوقات دیگر هم زندگی میکنن که او مسئولیت ندارن، تنها انس و جن مسئولیت دارن پیش خداوند جل جلاله که جواب از تمام کردارشان میتن. پس اینمی که انسان تعهد داد به خداوند، و بعد از او در یک عالمی ما شما رفتیم که از پشت پدر خود تولد شده رفتیم، از پدر، از بابکران به می شکل، این به شکل یک ذره بود که از آدم علیه السلام به اولادش به مقسم انتقال کرده میره و انسان تولد شده میره. حال ما شما در علم وراثه را بخوانیم یا علم جنتیکا، که یک طفلی که یک عادت می داشته باشه، این عادت در بابکران و پدرکران از او هم می باشه. بله. تا هفت پشت دارم تا هفت پشت بالاتر از ایران. به خاطر از این است که اینمی انسانی که تولد میشه، این در حالت مرگ در پشت پدر و بابکران خود که انتقال شده میره، در حالت مرگ زندگی میکنه. یعنی که درک نمیکنه که در دنیا چی حالاتی گذشته. که بکنه اگر عمر ما 48 سال باشه، 49 سال پیش، 50 سال پیش، کارهایی که در دنیا شده ما درکش نمیکردم، اینمی که ما تعهد دادم باز خداوند ما رو میرانده. یعنی ما اینمی تجربه مرگ تجربه کردیم. بله. و بعد از او به شکل طفل در دنیا ما آمدیم، که آیت هست و قال الذين كفروا و لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قال ربنا مقتنفنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. وقتی که کفار میگن خدایا ما رو دوبار تو کشتی و دوبار ما رو زنده گردانیدی، اینی دوبار مرگ و دوبار زندگی است، که بعد از اینکه انسان مرگ دومه که ما در حالت تجربهش هستیم، اینجا انسان باید تعجب نکنه. و این یک چیزی است که روالی است که انسان از یک فضا در یک فضای دیگر انتقال میشه، و مطابق به نمو فضا انسان نیاز داره که جسمش تجزیه شوه، قسمی که خداوند از او خواسته باشه، که در یک فضای زندگی بکنه که در جنت هست یا در عالم برزخ، که او نه کلام میشه و نه نمو میکنه. به خاطری که ما گفتیم این نمو و بزرگ شدن نباتات و انسان ها تعلق به حرکت آفتاب داره و به گردش زمین داره. وقتی که زمین و آفتاب نباشه، پس زمان هم ختم میشه. تشکر استاد. جسد ترکیب از دو تا چیز هست، یکی خود کالبد که همین پوست و گوشت و خون و مواد دیگه رو، کدام یکی از این دو تا میمیره؟ مرگ سراغ کدام یکی از این میمیره؟ آفرین. مرگ سراغ جسد میه. خواه روح چی میشه؟ روح زنده است؟ روح زنده است. روح وقتی که جسم انسان تجزیه میشه، یعنی
دیگه روح جای بر خود به بودن جسم نمیبینه. مثلا خدای نخواسته کسی در حالت انتحار قرار میگیره، وجودش قطع قطع میشه. روح چی است؟ ما شما در خانه خود یک گروب داریم، گروب در جایش است، ولی وقتی که برق نه گروب روشن میشه. ما این برق نمیبینیم نه احساسش میکنیم، ولی موجودش میبینیم که اون گروب روشن شد. این حیثیت روح داره. ولی وجود انسان حیثیت اون گروه داره که اگر روح ازی بره حرکتش فلج میشه. مثل ازی که و موضوع جالب دیگر هم است که خداوند جل جلاله قرآن کریم میفرماید که الله یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. انسان به خاطری که خداوند فهمانده باشه بعضی چیزها را، مرگ موت صغرا میگن یا مرگ کوچک. مرگ کوچک به این معنی که انسان وقتی خواب میشه، اگر فکر بکنیم در 24 ساعت انسان خواب باشه، ولی از خواب بیدار بکنی هیچ احساس نمیکنه که من چقدر وقت در خواب بودم، در حالی که روح ازی تمام دنیا را گشته، خوابای دیده، که مردم ملاقات کرده، چی کارا کرده، ولی جسمش در جایش هست. بله. این یک معجزه است. اگر انسان به این فکر بکنه، به این قسم که این انسانی که خواب است زمان احساس نمیکنه، به این شکل کسی که میمیره اگر صدها سال قبل مرده باشه یا بعد بمیره یا در یک حالت موقعیت میگیرن، یعنی به این معنی که زمان دیگه مسئله شیجه ختم میشه بعد از مرگ انسان. پس به این خاطر ما که خوشبین هستم به که مرگ انسان بسیار رنجاور و دردآور فکر نکنه، او به خاطر ازی است که خداوند جل جلاله وعده کرده والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شيء. کسانی که مردن و به ایمان رفتن از دنیا و اولادی این انسان ها هم به ایمان زندگی کردن، الحقنا بهم ذریتهم، ما اولادیشان که تزیه وصل میکنیم. پس مرگ و یک سبب وصلت به اقارب ما است یا به دوستای ما است که پیش از ما رحلت کردن. چگونه؟ یعنی امیدیم استاد کمی توضیح بیتین، یعنی بعد از اینکه یک انسان وفات میکنه میتونه که رو با ارواح دیگر اقاربش ملاقاتی برقرار کنه؟ بله بله. این اگر ما در سیرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم متوجه شیم، وقت مرگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم عایشه تنها روایت میکنه، چون خانه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نزدیک مسجد نبوی است که اونجا دفن شده. بله. وقتی که نماز دیگر میباشه، صحابه انتظار هستن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نماز بیا. این وقت نماز تیر میشه و این پیغمبر صلی الله علیه و سلم کوشش میکنه که بره به مردم امامت بکنه و سر از بیهوشی می از مریضی و تکلیفی که داشت بیهوش میفته. عایشه تنها میگه که هفت مشک، اما سابق که در بله بله مشک میگفتن که داخلش هم داختن، ما سر از اول انداختیم که بهوش شد و کوشش کرد که بره، نتونست رفته. باز یعنی که در خانه نماز خدا میخوانه، جماعت رفتن میتونه. باز فاطمه رضی الله عنها به خبر پدرش میاد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک پدر بسیار مهربان، این که اسوه ماست، یعنی که کل ما اطاعت از او میکنیم و پیشوای ماست صلی الله علیه و سلم. عادتش بود وقتی که فاطمه رضی الله عنها نمد از پیشانیش مچی میگرفت. حالا شاید بعضی مردم ها عیب بدانن که دخترش هم بوسه کنن، بوسه کنن. به حالی که روابط پدر امرای دخترای خود به این شکل باید باشه. وقتی که فاطمه رضی الله عنها داخل میشه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم کوشش میکنه که ایرا بوسه کنه، نمیتونه. که نمیتونه، فاطمه رضی الله عنها که حالت زار و ضعیف پیغمبر صلی الله علیه و سلم میبینه، گریان میکنه و جدی میشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشارهش میکنه که ادر منی، نزدیک شو به من. وقتی که نزدیک میشه در گوشش یک گپ میزنه. وقتی که این میشنه گپ پیغمبر صلی الله علیه و آله، گریانش زیاد دوچند میشه. بله استاد، فرصت ما تمام هست می فشار دیگه بالا می خب. باز دوباره بازی رو طلب میکنه، دوباره گپ که میزنه بازی بسیار خوشحال میشه. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله وفات میشه، عایشه تنها پرسان میکنه که تو چی گفت پیغمبر صلی الله علیه و آله؟ میگه مرا گفت که من از این دنیا رفتنی هستم، ما به خاطر زیاد گریم کردم و باز مرا گفت که تو اولین کسی از اهل ما هستی که قیمه ملاقات میکنی و بعد از او باز همراه ملاقات کرد. یعنی به معنی که
ارواح یک جمع ارواح بعد از مرگ کت اقارب خود یک جمع میشه. بسیار بسیار تشکر جناب استاد خان، شما را سلامت داشته باشه. دوست عزیز، یک بحث بسیار کلان هست، انشاءالله در فرصت های بعدی اگر خداوند توفیق داد از این انتحار انفجار و ترور جان به سلامت بردیم که در خدمت شما هستیم، موضوع انشاءالله که ادامه خواهیم داد. تا دیدار بعد شما را به خداوند یکتا امانت میکنم. خوش باشین. الان نگهدارم.